سلام خدمت شما همراهان عزیز آراز نیوز، با بخش دیگری از برنامه زاویه در خدمت شما هستیم. در روزهای اخیر امام جمعه شهر ایران شهر واقع در استان سیستان و بلوچستان با افشاگری های خود در نماز عید فطر از جنایتی وحشتناک پرده برداشت. مولوی محمد طیب ملازهی با اعلام خبر تجاوز به 41 زن به بیان جزئیات یکی از این تجاوزها پرداخت. وی بر اساس اظهارات پدری که دخترش مورد تجاوز قرار گرفته بود چنین گفت: دختری که از سر کار برگشته به منزل، داخل کوچه که رسیده ماشینی آمده داخل کوچه، جلوش را گرفتن و به زور سوارش کردن. همسایه ها تا جنبیده اند ماشین رفته است و تا غروب این خواهر مسلمان در دست این گرگ ها بوده، بعد آوردن رسانده اند منزلش. در ادامه ملازهی می گوید: چنانچه اسامی گروه تجاوزکار بیان شود، برخی که در صف اول نشستن از شرم سر به زیر خواهند شد. با دقت در متن کامل سخنان ملازهی دو نکته حائز اهمیت به چشم می خورد. یک، عدم برخورد قاطع از سوی مسئولان. دو، احتمال حضور پسر یکی از مقامات شهری در گروه تجاوزگران. پس از سخنان ملازهی که گویی در تلاش بود تا مانع از بایکوت موضوع از جانب مسئولان شهری شود، فرماندار و دادستان ایران شهر شروع به انکار و انحراف موضوع کردند. اما این چاره کارگر نیفتاد، چرا که فیلم افشاگری ملازهی در تمامی رسانه ها منتشر شده بود. از این رو عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی با ارسال نامه‌ای به فرماندار و سایر مسئولین شهری دستور رسیدگی ویژه به موضوع را صادر کرد. در این بین از جمله سوالاتی که ذهن را به خود مشغول می کند این است: چنانچه امام جمعه ایران شهر خبر این جنایت را آشکارا پخش نمی کرد، تا چه زمانی مسئولین امر مانع علنی شدن این موضوع می شدند؟ مسئولین رژیم ایران بر اساس کدام دستور و بخشنامه‌ای به مخفی نگه داشتن تمامی خبرهای تجاوز می کوشند؟ لازم به ذکر است که سه هفته پیش از این شاهد اتفاقی مشابه بودیم. در 8 خرداد ماه خبر تجاوز دست جمعی به دانش آموزان یکی از دبیرستانهای تهران توسط ناظم مدرسه تیتر یک رسانه ها شد. اما وزارت آموزش و پرورش از پذیرفتن این جنایت سر باز می زد، تا اینکه فیلمی از ناظم مدرسه در حال نشان دادن فیلم پورن به دانش آموزان بود منتشر شد. بر اساس اخبار اعلام شده، حداقل 8 خانواده از اولیای دانش آموزان از این ناظم شکایت کردند. برخی از تحلیلگران مخفی نگه داشتن اخبار از سوی رژیم ایران را به توتالیتر بودن آن نسبت می دهند. در نظام‌های توتالیتر که به مردمان خود توانایی حل مسئله را آموزش نمی دهند و همواره در تلاش برای کنترل هرچه بیشتر امور هستند، با گذشت زمان تصویری که از قدرت حاکمیت در ذهن مردم نقش می‌بندد، به جای آن که ریشه در باورهای رئالیستی داشته باشد، سمت و سوی ایدئالیستی و آرمانی پیدا می‌کند. از این رو انتشار خبر هر حادثه و اتفاقی که نشان دهنده ضعف و ناتوانی قدرت حاکم و دولت می‌گردد، می‌تواند موجب زیر سوال رفتن حاکمیت شوند. در نهایت اما فعالان اجتماعی با تضییع حقوق هزاران انسان به دلیل سیاست‌های اشتباه رژیم مخالف هستند. در این زمینه با 2 تن از فعالان ملی مدنی آذربایجان جنوبی، خانم‌ها سیمین صبری و سویل سلیمانی که از فعالان حقوق زنان نیز می‌باشند، به گفتگو پرداختیم و نظر ایشان را جویا شدیم. سیمین خانم مراجعه خانواده‌های قربانی تجاوز به امام جمعه شهر و یاری طلبیدن از او را ناشی از دلسردی مردم از سایر مقامات رژیم دانسته و میگوید: هم او و هم بو جنایت طبیعی چه واکنش درست دادن. خانواده دختری که مورد تجاوز قرار گرفته است، امیدشان را از قوه قضاییه، مجلس و پلیس که بخشی از قوه مجریه است بریدند. این خانواده به امام جمعه شهر رجوع کردند، زیرا از طریق جهانی کردن قضیه و رجوع به امام جمعه که در اصل از سه قوه اجرایی قوی تر به شمار می آید، بتوانند فشار بیاورند بر کسانی که می خواهند بر این موضوع سرپوش بگذارند. این امام جمعه در سخنرانی که داشت تاکید بر این کرد که
کسانی که سرپوش می‌گذارند بر این قضیه کسانی جز افرادی نیست که در صف اول نماز جمعه می‌نشینند. همه ما می‌دانیم که در صف اول نماز جمعه چه کسانی می‌نشینند. طبیعتاً سران بزرگ رژیم ایران از جمله فرماندار، سرداران سپاه و دیگر منصوبان رژیم و بچه‌های این افراد دست به این نوع جرایم می‌زنند. سبیل خانم در پاسخ به این سوال که رژیم ایران مخالف انتشار اخبار تجاوز و موارد مشابه می باشد، از این رو مانع از گسترش این قبیل خبرها در جامعه می گردد. به نظر شما این نوع رفتار رژیم از کجا نشأت می گیرد؟ چون این گفت بخاندن اساساً به سوال جواب فرمک چون ایران رژیمینن یعنی برای پاسخگویی به این سوال می بایست به ماهیت رژیم ایران نظری بیاندازیم. این رژیم از بدو تشکیل رژیمی است که حاکمیت خیش را بر مبنای نگاه جنسی و جسمی به زن بنا کرده است. به طوری که در اوایل انقلاب نخستین کاری که انجام دادن اعمال حجاب اجباری حتی تصویب آن در قانون بود تا زنان را در کنترل داشته باشند. و موضوع بعدی هم سیاست پنهانکاری در معضلات و مشکلات می باشد. چنانچه می دانیم حتی از بردن نام دشمنان هم به طور سریع و مستقیم ابا دارند و به جای آن از مفاهیم ایهامی و عناوین کنایه‌ای استفاده می کنند. گویی سیاستشان این است که اگر مسئله‌ای مطرح نشود یا اگر طرف مقابل به رسمیت شناخته نشود و هویتش کتمان شود کل مسئله حل شده است. و مسئله تجاوز هم نقطه تلاقی این دو موضوع است. یعنی از طرفی تجاوز به زنان صورت گرفته است که به خودی خود موزل امنیت در جامعه است و بر مبنای همان سیاست اگر در این مورد بحثی صورت نگرفته و مسئله مطرح نشود لاجرم مشکلی نداریم. و از طرفی دیگر مسئله زنان مطرح است که تابویی بزرگ است و بحث در این مورد لزومی ندارد. بدین گونه کتمان و پنهانکاری در این مسئله و سکوت در مورد آن بهترین کار است که ترفند مدیریتی و دائمی رژیم ایران است. وقتی از سیمین صبری راجع به ارتباط بین نگاه جامعه و رژیم ایران بزن و تجاوزات صورت گرفته پرسیدی، اینکه این ارتباط از چه نوعی میتواند باشد، ایشان چنین بیان نمودند. طبیعتاً در این مسئله نوع نگرش به زن در اسلام رادیکال و یا بهتر است بگوییم در نظام جمهوری اسلامی ایران از نقش بسیار مهمی برخوردار است. این حادثه شاید یک نمونه از هزار موردی است که اتفاق می‌افتد و به این شکل افشا شده است و می‌دانیم که بسیاری از این جنایات در خفا اتفاق می‌افتد و کسی خبردار نمی شود. این طرز نگرش را جمهوری اسلامی به مردهای جامعه داده است که زنها اشیای آنها هستند، تا جایی که به جای آنها می توانند تصمیم بگیرند که چه کار بکنند و یا کجا بروند، کار بکنند و یا نکنند. هر وقت دلشان بخواهد آنها را طلاق بدهند و یا بدون طلاق بتوانند سه زن دیگر بگیرند. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا این گروه تجاوزکار به این جنایت دست بزنند و این نگرش باعث شده است که این افراد به راحتی دست به این کار بزنند. حتی اگر از آنها در مورد این جنایت سوال شود، شاید آنقدر هم پشیمان و متوجه بزرگی قباحت این کار نباشند. در نهایت بزرگترین چیز برای آنها ازدواج کردن با شخص مورد تجاوز قرار گرفته خواهد. در این حادثه نه وارد کردن خسارت بدنی مورد سرزنش قرار می گیرد و نه خسارت روحی وارده که مدام با شخص تحت تجاوز همراه خواهد بود و به عنوان یک واقعیت وجود خواهد داشت. اینها همه نشأت گرفته از نگاه اسلام به زنان است. البته کسانی که به اسلام ایمان دارند و مسلمان هستند به دسته های مختلف تقسیم می شوند. و بسیاری از این طیف نیز به خاطر این موضوع ناراحت و متأثر هستند و اعتراض خود را نشان می دهند. اما در عموم این نوع جرایم در حال حاضر نشأت گرفته از شریعت است. سویل سلیمانی در حالی که بر تأثیر نگاه سنتی جامعه علیه زنان تأکید دارد، موضوع تجاوز را منحصر به زنان نمی داند. وی آمار تجاوز به کودکان و نوجوانان پسر را نیز قابل توجه می داند. سلیمانی تجاوز را امری چند بعدی می داند که در ارتباط با اعمال زور می باشد و تعرضی است از جانب افرادی که به نوعی به نهادهای قدرت وابستگی دارند. وقتی از وی راجع به رسانه‌ای کردن خبر تجاوز پرسیدیم، اینکه رسانه‌ای کردن خبر تجاوز برای تجاوز شونده حاشیه امنیت فراهم می آورد یا برای تجاوزکار، ایشان چنین پاسخ دادند.
ایرانده تجاوز اولنان هیچ سامان قربانی تجاوز در ایران هرگز در امان نیست. حال فرقی ندارد چه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مطرح شود و چه مطرح نشود، چرا که در قانون برای حمایت از این قربانیان قواعد و ضوابطی در نظر گرفته نشده است که دلیل آن نقایص حقوقی و مدیریتی در امور اجرایی دولت است و اینکه رسانه‌ای شدن تجاوز به ضرر یا نفع قربانی است به طور جدی مورد سوال و تأمل است. سوال altında olan bir konulardı. پرسش مشابهی را این بار از صبری پرسیدیم. وی سوال ما را این چنین پاسخ داد. جمعیت مدیا دا بلاره عوض اینچه رحسیز لحسیز. اگر جمعیت یک جامعه به جای سرپوش گذاشتن و بیرنگ نشان دادن این مسائل به انعکاس آن در رسانه های گروهی کمک کرده و صحبتی در رسانه های گروهی به راه انداخته و موقعیت قاضی به چالش کشیده می شد، با تاکید بر اینکه این نوع حوادث همسو با جنایات بزرگ است، خیلی سخت کسانی به خودشان جرأت می دادند که دختری را در خیابان دزدیده و پس از تجاوز شب به خانه اش برگردانند، بدون ترس از شناسایی شدن و یا محاکمه شدن، زیرا پشت این افراد محکم است. با توجه به تجربه های قبلی اتفاق افتاده، تجاوز به زنان امری بسیار عادی به شمار می آید. طبیعتاً بدون هیچ ترس و واهمه ای دختر مورد تجاوز قرار گرفته را به خانه اش برگرداندن، این سرنخ را به روشنی به دست ما می دهد که اشخاص تجاوزگر بچه های سران جمهوری اسلامی در آن منطقه می باشند که با جسارت جنایات را انجام می دهند. چطور که امام جمعه نیز در سخنانش مکرراً به اشخاصی که در صف اول نماز جمعه می نشینند اشاره کرد. جنایاتی شبیه به این چند ماه پیش در تبریز رخ داد که به صورت زنی به علت رد درخواست ازدواج اسید پاشیده شد و با درصد سوختگی شدید در صورتش برادرش نتوانست هزینه درمان آن را بپردازد و مجبور شد موضوع را در رسانه‌های گروهی منعکس کند. برادر همین خانم می‌گوید فاعلان این کار و یا مردی که این کار را کرده است هنوز به صورت آزاد در شهر پرسه می‌زند و فراتر از آن تلفن‌های تهدید آمیز می‌کند که این تازه اول کاره. من پشتم محکمه و شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید. و این فقط یک نمونه بود. یعنی منتظر جنایت دیگر از طرف من باشید. در این کشور پارتی، ارتباطات، رشوه سر به فلک کشیده است. و نظام حاکم بر مبنای شرع نزدیک به 40 سال است که مغز جوانان را شستشو داده است. اینها همه یک نمونه کوچک از جنایات رخ داده است و به قول معروف ما فقط قله کوه یخی را می توانیم ببینیم. تا بخش دیگری از برنامه زاویه، خدا نگهدار.